أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بنام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. بنام خدا. مضمون مساله ساختمانی است. پروژه ما درباره ای است که چین و مساله ساختمانی در ساختمان استفاده میشه و خود مهیر تهیه و ترتیب کردم. اتق الله عنایت هستم و استاد راهنمام انجینر محترم امید سیرت میباشد و تاریخی که ایر ارائه میکنم تاریخ 8/10/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. فهرست مطالب انواع در اول انواع مساله ساختمانیه و دوم مساله طبیعیه و چسباننده ها است و موضوع بعدی خواص عمومی مساله ساختمانی است و مقاومت مساله ساختمانی، خواص شیمیایی مساله ساختمانی و ابزارهای کاربردی در مساله ساختمانی است و در اخیرم موضوع نتیجه گیری می باشه. در ابتدا مقدمه، یک شروعی است که در باره موضوعات مساله ساختمانی می باشه که وقتی که ما از یک کنار یک ساختمان نیمه کاره وقتی رد میشیم، نگاه میکنین که اونجا کارگر و دیگه تمام موضوعات مساله ساختمانی اونجا ما میبینین و چیزهایی که ما اونجا برخورد میکنیم کارگرها هستن که اونجا کار میکنن و خشت و ریگ و دیگه همین موضوعات ساختمانی که ما مشاهده میکنین به اونجی ما میبینین و سوال اینجگاه هست که های ما تا به حال به مساله ساختمانی که به کارگران را حمل میکنن دقت کردین؟ آیا فکر کرده اید که چرا در هر ساختمان یک نوع مساله ساختمانی استفاده میشه و در واقع بین از این مساله ساختمانی چی تفاوتی وجود داره و ما میایم امیار بررسی میکنیم و خود موضوع اول انواع مساله ساختمانیه که انواع از این یکی مساله ساده که مساله ساده مساله است که تمام مواد و مساله که به کار میره یعنی مشابه همان مثل ریگ و ماسا و قوم و سیمان و کشی و خشت و همین چیزها رو در بر میگیره و موضوع بعدی مساله مرکب. مساله مرکب به صورت فراوردی تهیه میشه و مواد مساله کار رفته در آن دارای جنسهای مختلفی هست، مانند بتون و ایرانیت و ایزوگام و ملات اینا می باشه. موضوع بعدی پیش ساخته. خود مساله پیش ساخته مساله است که در خود کارخانه ها تولید میشه، مانند کاشی، سنگ و آجر و بلوک و غیره و تمام به بعضی مواد ساختمانی است و مساله ساختمانی در جا، یعنی مساله که در جا ساخته میشه به مواد گفته میشه که در خود همون محل ساخته میشه، مثل کنکریت که اینجوری استفاده میشه توسط میکسر اینجوری آماده میکنن، همون میگن مساله در جا، یعنی اینا هم ساخته میشه. و موضوع بعدی مساله طبیعی. مساله طبیعی به مساله گفته میشه که یعنی در طبیعت یافت میشه. مثلا شما نگاه کنین، اگر تمام همین یک معدن سمنت را که در نظر بگیرین، در اول در ابتدا یک
یک کوهی بوده که با اونا وجود می آید و اونا را و امینا را مساله طبیعی میگن که باز اینا باز به پالایشگاه میدن اینا یک مواد تولید میکنن که به شکل مواد و انواع متفاوت اینا را میسازن. و موضوع بعدی چسباننده های که مثل فیمان و آجر و چوب فلز و گچ اینا میباشه که خود در ابتدا سیمان یا سمنت با عنوان یعنی بیترین ماده و بیترین مساله که در ساختمانسازی به کار میره، یعنی بیشترین کاربرد داره که میتونیم بگینی یک مساله کلیدی در ساختمانسازی هست. و یک موضوع دیگه آجر میباشه یا خشت به اصطلاح ما، عبارت از مساله ساختمانی که به دو صورت آهکی ورسی تهیه میشه که ما اینا رو قبلا اینا رو خونده بودیم به پانتون و بعد شده بود که چی رقم خشت از چی به وجود میاد و به چند صورت به تشکیل میشه و خود تولید خشت در بررسی کرده بودیم و خونده بودیم که در تشکیل آجر و خاک یعنی موضوع و بحث مهمه میباشه. و چوب و فلز و گچ و تمام این ماده ها میتونیم بگیم که یعنی شکل در ساختمان استفاده میشه. و موضوع بعدی خواص عمومی مساله ساختمانیه که یکی خواص فیزیکیه و یکی خواص مکانیکیه که خود خواص فیزیکی بیشتر در ظاهر بررسی میشه، مانند رنگ و وزن و حجم و کتله و تخلخل و وزن و اسپسیفیک گراویتی و وزن مخصوص، اینا شامل موضوعات خواص فیزیکی میشه. و موضوع خواص مکانیکی مثال ساختمانی عبارت از مقاومت پایداری آنها در برابر قواها و در تعیین مقاومت ساختمان و ضد زلزله بودن آن نقش بسیار مهمی داره که در واقع خواص مکانیکی میتونن بگن که خود خواص مکانیکی رابطه مستقیم با نیرو و کار و انرژی داره. موضوع بعدی مقاومت مساله ساختمانیه که یعنی هر شخصی که در زمینه ساخت و ساز فعالیت میکنه، یعنی باید ذهن و فکر از اینه که باید وقتی که ساختمان جور میکنه باید مقاومت و چی از باید یعنی به فکری و از او هسته که باید در نظر بگیره. و تعریفی که برای مقاومت مواد مصالح وجود داره به این صورت بیان میشه: توانایی مصالح در برابر شنها، نیروها، مقاومت فشاری، کشیشی، ضربه‌ای و پیچشی و از چهار نوع مقاومت هستند که برای تعیین کیفیت مقاومت مساله ساختمانی وجود میاد. که از لحاظ مقاومت فشاری رو بحث کنیم که در کل در روی فشار بحث میکنه که در روی کانکریت باشه، روی آجر باشه، روی چی باشه. و مقاومت کشیشی هم که خودمی وقتی که در مقابل کشش قرار میگیره، مثلا اینجا یک دستگاه استیل، تست استیل می باشه که این استیل ها رو وقتی که نگاه بدیم کش میکنه، به صورت کشیشی و مقاومتی رو پیدا میکنه. و موضوع بعدی خواص شیمیایی مساله ساختمانیه که نقش به سزای در تعیین کیفیت مواد و مساله ساختمانی داره. در واقع کیفیت مواد در هر گونه تغییرات رو بررسی میکنه که از این جمله میتونیم که امو ترک هایی که روی سطح به وجود میاد، روی ساختمان، روی کانکریت، روی خشت، دیوار را میبینین که اینجا ترک کرده و بی اساس نمیشه. و موضوع بعدی خود ابزاری که در مساله ساختمانی کاربرد داره، مثل شاغل، ترازو، کلاه، استنبولی و فرغان
اصطلاح زنبر و اصطلاح ما چکش متر شمشه و اینا میتونیم بگیم که ابزارهایی که در بیشتر در موارد ساختمان استفاده میشه. و موضوع بعدی خود نتیجه گیری میباشد که استفاده از مصالح ساختمانی با کیفیت بیشتر از تمام موضوعات دیگه اهمیت به سزای داره، که یعنی در بیشتر موارد ما میبینیم که به دلیل به کار نبردن مواد مصالح مناسب و با کیفیت بعد از چندین وقت دچار مشکل میشن و حتی ساختمان ها ریزش میکنه. و از این رو شناخت مواد با کار بردن بهترین نوان بر هر کس واجب میباشه. مصالح ساختمانی همانطور که بیان شد بر اساس چند دسته از جمله نوع ترکیب و کار بردن تقسیم میشه. مهمترین نوع که امروز مورد استفاده قرار میگیره شامل گچ و سیمان و محاسب و سنگ است، که علاوه بر این مسائل مسئله خواص فیزیکی شیمیایی هم اینا اهمیت قابل اهمیت میباشه که وانها توسط کارخانه نوشته شده است. در هر صورت لازم است که حتما در هنگام خرید یک کارشناس و یک شخص با تجربه باید همراه خود داشته باشیم. و من در اخیر منابعی که گرفتم اینا از کتاب مسئله ساختمانی و اینترنت و تحقیقاتی که خود من انجام دادم، تجربیاتی که داشتم، اینا رو جمع کردم و به سهم شما دوستان عزیز مستم اینا رو برسانم. و در اخیر تشکری میکنم از شما و جان و سپاس از شما. اگر کدام سوال دارین میتونین که باز بپرسین از من. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.